در زندان انفرادی بودن که این پرونده به پرونده وبلاگ نویسا معروف شد. بنابراین همونجوری که خدمتتون عرض کردم، از همون ابتدای وبلاگ نویسی جمهوری اسلامی نسبت به این رسانه جدید حساس بوده، چرا که هر شخص میتونه افکار، دیدگاه و خبرهایی رو که در رسانه های رسمی شما نمیبینید رو انعکاس بده و این خیلی مهمه. تصور بفرمایید در حالتی که الان ما روزنامه های نیمه مستقل داریم، روزنامه مستقل وجود نداره، اگر الان یک اتفاقی در یک خیابون بیفته، چون روزنامه های زیادی نداریم این خبر انعکاس داده نمیشه، اما یک شخص میتونه با یک موبایل خودش این تصویر رو فیلم برداری کنه و این رو در سایت ها یا بلاگ خودش قرار بده و این چیزیه که احتمالاً برای حکومت قابل تصور نیست و به همین دلیل از ابتدای وبلاگ نویسی برای اینکه وبلاگ نویس ها رو بترسونن برخورد خیلی شدیدی با اینها کردن. عرض کردم بچه های وبلاگ نویسی که تو اون پرونده تا در سال 2004 بازداشت و زندانی شدن بیش از 60-70 روز تو سلول انفرادی به سر بردن. بنابراین این نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی حساسه که کمتر جوان ها و اصلا کلا آدم های ایرانی در داخل ایران به وبلاگ نویسی روی بیارن. در یه برهه زمانی همونجور که شما اشاره کردید وبلاگ های بسیاری متولد شد، راجع به زمینه های سیاسی و اجتماعی خیلی نوشتن، ولی خب موج سرکوب ها و محدودیت ها آغاز شد. آیا این محدودیت هایی که ایجاد شده تونسته این روند وبلاگ نویسی رو حداقل در بعد سیاسی و اجتماعی دچار اخلال بکنه؟ الان شما وضعیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟ خوشبختانه وبلاگ یک مقوله دینامیکه و به خاطر همین اینها نتونستن این روند رو محدود کنن. خب پیش خودشون فکر میکردن که اگر ما الان با چند تا از وبلاگ نویس‌های معروف برخورد کنیم و این هیجان منفی رو در جامعه ایجاد کنیم که وبلاگ بنویسید کار خلاف کردید، امکان داره وقت شما برخورد بشه، زندانی بشید و اینها، شاید نوجوانها و جوانهایی که یک مقدار محافظه کارترن این کار رو نکنن. اما این شکست خورد، چون به دلایلی که الان میبینیم نه تنها الان وبلاگ نویسی در حوزه سیاسی و اجتماعی فعالن، بلکه الان در حوزه اقتصادی، در حوزه علمی، در حوزه های دیگر هم وبلاگ نویسا فعال هستن و این نشون میده که حکومت نتوانسته این روند رو محدود بکنه. آقای سیگارچی، چندی پیش در برخوردی که با یه سری از روزنامه نگارا یا وبلاگ نویسا صورت گرفت، یک موج جهانی به راه افتاد، یک حرکت کارزار کمپینی رو آغاز کردن که به صورت فراگیر اعتراض کردن به برخورد با اون چهره ها. ولی برای من این نکته سوال برانگیزه که الان دیگه یه همچین کارزار یا موجی رو نمیبینیم که همه در کنار هم قرار بگیرن یک اعتراض وبلاگی بکنن. به عبارتی چه شرایطی تغییر کرده که دیگه چنین کارزاری وجود نداره؟ ابتدا من اجازه میخوام اشاره کنم به همین کارزاری که شما میگید. من در زندان بودم و سال 1383 دی ماه 83 اونجا به 14 سال زندان محکوم شده بودم. این قضیه یکی دو ماه بعد از اون قضیه وبلاگ نویسا بود. دوست دیگه وبلاگ نویسی به نام آقای مشتبه سمین نژاد هم همون زمان بازداشت شده بود و متهم به سب و نبی و توهین به پیامبر شده بود. همزمان کمپین بین‌المللی وبلاگ نویسا اومدن روز 22 فوریه 2005 به روز آزادی آرش سیگارچی و مشتبه سمین نژاد اختصاص دادن. در اون فضا خیلی مفید بود، یعنی منی که در زندان بودم این رو لمس کردم، اصلا نحوه برخورد بازجو و نحوه برخورد قاضی و غیره. من چند روز دوشنبه صبح که پای اینترنت نشستم و خبر اعدام آقای میرنهاد رو خواندم خیلی متاثر شدم. من کار ندارم حالا میگن ایشون تو فلان گروه بوده نبوده و اینها، از دید یک وبلاگ نویس به اون ایشون که یک وبلاگ دارن و متاسفانه دیگر هرگز وبلاگشون آپدیت نمیشه، به نظر من ما وبلاگ نویسا کوتاهی کردیم. یعنی من انتظار داشتم که بیشتر به این قضیه بپردازیم و نگذاریم که حداقل جمهوری اسلامی، اگه میگه این آقا تروریسته، خب ایشون رو در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه با تعریفی که توی قانون اساس جمهوری اسلامی هست باید محاکمه میکرد، نه پشت درهای بسته و به این ترتیب. بنابراین فکر میکنم ما وبلاگ نویسا یک مقدار در فضایی که حکومت سعی داره ما رو محدود کنه یک مقدار باید متحدتر عمل کنیم و با پیوستگی بیشتری قدم برداریم. شاید الان حدود یک دقیقه و اندی داشته باشیم به پایان این قسمت، ولی من میخوام حتما یک نتیجه هم بگیرم، نظر شما رو راجع به آینده این روند بپرسم. فکر میکنید با شرایط فعلی حکومت احمدی نژاد و مشکلاتی که قوه قضاییه ایجاد کرده
روند وبلاگ نویسی ایرانی چگونه خواهد بود؟ چون من شخصا روزنامه نگاری هستم که وبلاگ نویس شدم، باز میخوام از روزنامه نگاری مثال بزنم. آیا در دوران خفقانی که تو تاریخ 100 ساله اخیر ما داشتیم، روزنامه نگاری ما به قول معروف بسته شده و تعطیل شده؟ یقینا پاسخ شما خیر هست، چون که تو این دوره‌های خاصی از تاریخ 100 ساله اخیر ما که محدودیت زیاد شده، شاید فعالیت روزنامه‌نگارها کم شده، اما روزنامه‌نگاری تعطیل نشده. و حالا من می‌خوام اینو تسری بدم به روزنامه، به وبلاگ نویسی. شاید محدودیت باعث بشه یک مقدار تب و تاب وبلاگ نویسی کم بشه، اما مطمئن باشید وبلاگ به عنوان یک رسانه جدید هرگز تعطیل نمیشه. الان این آخرین پرسش هم بکنم کوتاه، بیشتر وبلاگایی که نوشته میشه داخل ایران یا خارج از ایران؟ والا من آمادگی شخصا ندارم، اما فکر میکنم بیشترین وبلاگ فارسی در داخل ایران باشه. به هر حال ما یک جمعیت بالقوه بالای 30 میلیون جوان در ایران داریم که اینها بخششون به وبلاگ نویسی میپردازن و خب به هر حال تو ایران هستن و در کانون ماجرا قرار دارن و بیشتر میتونن در مورد وقایع بنویسن. شما خیلی سپاسگزارم آقای سیگارچی که با وجود گرفتاری‌های مختلف امروز با ما بودید در این مقاله صحبت کردیم. برنامه شب آهنگ رو در بخش دیگری ادامه میدیم.